فصل اول، دنیای درون، دنیای بیرون. نیل دونالد والش که یک نسخه این کتاب رو براش فرستاده بودم به هم گفت از اینکه همیشه مجبور بودم خودم رو به دیگران ثابت کنم احساس بدی داشتم. برادرام دائم منو دست مینداختن و من همیشه تلاش میکردم خودم رو در بین اونها جا کنم. فکر میکردم وقتی بزرگ بشم همه ی ناراحتی های دوران کودکی و نوجوانیم از بین میرن. اما در خیالی خام بودم. تصمیم گرفتم برای از یاد بردن اونها از شهر خودمون به شهر دیگه و دورتری برای زندگی سفر کنم. اما فهمیدم که تغییر مکان هم چیزی رو حل نمی کنه. وقتی که مشغول کار بودم دائم خودم و دختری با اعتماد به نفس بالا نشون می دادم. در واقع بیشتر نقش بازی می کردم تا دیگران منو در بین خودشون بپذیرن. در اون سالهای دور وقتی که مدیر بخش پیشرفت شغلی منو به دفتر خودش دعوت کرد در مورد همه این ترس‌های من فهمیده بود. من می ترسیدم از اینکه دیگران به نقاط ضعفم پی ببرن. با این حال اون گفت هر چیزی که ازشون می ترسی یا سعی داری که مخفیشون کنی می تونن به منبع انرژی و نقطه قوت تو تبدیل بشن. پس به جای فرار و نقش بازی کردن باهاشون روبرو بشو. اینطوری می فهمی که باید چه احساس و چه واکنشی رو کجا نشون بدی. هرگز تا به حال کسی با من اینطوری حرف نزده بود. فکر نمی کردم که همچین حرفایی ذهن و قلب منو تحت تأثیر قرار بدن. از اون روز به بعد تصمیم گرفتم نیمه تاریک وجودمو پیدا کنم و همه موانع و اثر راه خودم کنار بزنم. این کتاب زندگی شما رو تغییر میده. اگه شک دارین بهتر اونو کنار بذارین. اما به خاطر خودتون هم که شده یک بار اونو بخونی. زمانی که چرخه تغییر شما آغاز بشه، خودتون و دنیای اطرافتون تغییر خواهد کرد. در جستجوی سایه. برخی فکر میکنن که سایه ها فقط یه شکل دارن و اونم تاریکیه. اما میتونیم به اندازه یک کتاب بزرگ برای سایه هایی که درون همه ما وجود داره چهره های مختلفی در نظر بگیریم. مثل خشم، ترس، تنبلی، دشمنی، حسادت، بددلی، وسواس، بهانه‌گیری و غیره. سایه ها قدرت زیادی دارن، به طوری که میتونن در یک انسان همه این صفات رو پنهان کنن و اونو عذاب بدن. البته ما همیشه اصرار داریم که جز ویژگی های مثبت چیزی در وجودمون نیست. اما بالاخره یه جایی در یه مسیر و در قلب یه بحران سایه هایی که سالها خودشونو در وجود ما پنهان کردن آشکار میشن. هنگامی که تصمیم میگیریم که خودمونو تغییر بدیم و با سایه ها روبرو بشیم، اولین واکنش غریزی که از خودمون نشون میدیم کنار اومدن با شرایط قبلیه. انگار میترسیم که وارد دنیای دیگه ای بشیم و میخوایم همه چیز همونطوری که هست باقی بمونه. اما با هر قدمی که به عقب برمی‌داریم، ناآگاهانه گرانبهاترین گنجینه‌های درونی خودمون رو سرکوب می‌کنیم. اون چیزی که باعث میشه ما دائم خودمون رو سرکوب کنیم، نیروی عادته. عادت کردیم که همیشه یه شکل زندگی کنیم و هر چیز متفاوتی رو پس می‌زنیم. غافل از اینکه خوشبختی ما در اعماق نیمه تاریک وجودمون نهفته است. اغلب اوقات فکر می‌کنیم که همه چیزو می‌دونیم. دانستنهای غرورآمیز مانع از اون میشه که چشمهای خودمون رو به روی حقایق باز کنیم. در واقع فکر میکنیم که همه مسیر رو در گذشته رفتیم و دوست نداریم که بیشتر با حقیقتهای درونی خودمون آشنا بشیم. سایه ها غیر قابل انکار هستن. حتی اگه شما سعی کنین که اونا رو نادیده بگیرین از بین نمیرن، بلکه بزرگتر میشن. در تمام طول زندگیم من دائما نگران بدیهام بودم. نگران این بودم که همه فقط باید ویژگی های خوب منو ببینن و با اونا شناخته بشم. جالبتر این که نگرانی من در مورد بدی های خانواده خودمم بود. در انتهای خیابونی که زندگی می کردیم یه زندان وجود داشت. باور داشتم که آدم های بدی در اون زندان هستن و من تلاش می کردم که عاقبت من رفتن پشت میله ها و تنهایی نباشه. البته برای اینکه همیشه خوب باشم گاهی دروغم می گفتم. حاضر بودم به هر قیمتی خوبترین و محبوبترین باشم.
اینکه هر روز دروغ بگم باعث شده بود تا ارتباط من با خودم قطع بشه. هر چقدر دروغگوتر باشیم، تمام خوبی‌ها رو فراموش می‌کنیم. به مرور زمان به این باور رسیدم که دنیا بدترین جاییه که انسان‌ها در اون حضور دارن. مثل آب خوردن دیگران رو قضاوت می‌کردم و برچسبای ناپسندی به اونا می‌زدم. فکر می‌کردم دیگران خوشبختن چون تو خانواده خوبی به دنیا اومدن و اگه وضعیت من ناخوشاینده به خاطر خانواده‌ایه که توش بزرگ شدم. گفتگوی روزانه من با خودم در مورد فقط اگرها بود. به خودم میگفتم فقط اگه تو خانواده بهتری به دنیا اومده بودم، فقط اگه تو اروپا بودم، فقط اگه یک کمد از لباسای گرون قیمت داشتم و حتما اوضاع فرق میکرد. حتی 1% باور نداشتم که ممکنه مشکلات من ارتباطی به دنیای بیرون نداشته باشه. در دنیایی که ما در اون زندگی میکنیم به ما میگن که باید دائما بهترین نسخه خودتون رو نشون بدین تا بهترین های این دنیا براتون اتفاق بیفته. وقتی با مسیر خواسته های آموزش های بیرونی جلو میریم میفهمیم که نه تنها هیچ بهترینی در وجودمون نیست، بلکه سرشار از عیب و ایراد هم هستیم. کمی به اطرافم دقت کردم و متوجه شدم که انسان های خوب شاید مهربون و از خود گذشته باشن، اما خودشون رو فراموش کردن. مثل ربات‌ها با برنامه‌ریزی‌های دیگران زندگی می‌کنن و نفس می‌کشن. نه جسمی براشون باقی مونده که بخوان ازش مراقبت کنن و نه روحی دارن که اونو پرورش بدن. در واقع فقط زنده هستن ولی زندگی نمی‌کنن. آیا خوب بودن اینطوریه؟ در حقیقت اینطور نیست. گاهی باید تمام خودمون رو اولویت زندگی در نظر بگیریم و از اینکه همیشه نفر دوم باشیم دست بکشیم. آغوشمون رو برای خودمون باز کنیم و خوبی‌ها و بدی‌های درونیمون رو بپذیریم. اصلاً چه اشکالی داره که گاهی کامل نباشیم و اشتباه کنیم؟ چه ایرادی داره که بترسیم؟ مشکل بزرگ سرکوب همه این احساساته. اگه بتونیم به دنبال منبع ترس‌ها، خشم‌ها و ناراحتی‌های خودمون باشیم، شجاعت رو پیدا می‌کنیم. در یکی از کلاس‌هایی که داشتم، زنی به نام آدری شروع به صحبت کرد. اون اونقدر بغض داشت و اونقدر صداش لرزون بود که به سختی متوجه شدم در مورد چی صحبت می‌کنه. آدری از دختر خودش متنفر بود و از اینکه همچین احساسی داره خجالت می‌کشید. برخی از افراد در جلسه با اون همدردی کردن و برخی دیگه خشمگین شدن که چطور یه مادر میتونه از فرزند خودش متنفر بشه. از همگی خواستم چشمهاشون رو ببندن و اولین احساس نفرتی که نسبت به فرزندشون داشتند رو به یاد بیارن. تقریبا همه اعلام کردن که همچین احساسی داشتن. به اونها گفتم که تا وقتی احساس نفرت خودتون رو سرکوب میکنین قوی تر میشه و در این بین عشق فرصتی برای ظهور پیدا نمی‌کنه. برای اینکه آدری به حقیقت ماجرا پی ببره، براش داستانی تعریف کردم. بهش گفتم که دو برادر به همراه پدر بزرگشون از میون جنگل گذشتن و وارد یک طویله شدن. یکی از برادرها شروع به غر زدن کرد که اینجا بوی بدی میده و اون یکی دیگه شاد و خندون در میان کاه‌ها می‌دوید. پدر بزرگ از اون پرسید که در میان مدفوع اسب و کاه به دنبال چی هستی؟ پسرک جواب داد اگه اینجا مدفوع اسب وجود داره حتما یک کره اسب زیبا باید در همین نزدیکی‌ها باشه. تغییر دیدگاه چیزی بود که آدری به اون نیاز داشت. آدری از شنیدن این داستان خوشحال شد و به دخترش زنگ زد. اون تمام احساساتی که در این چند سال در قلب خودش پنهان کرده بود و به دخترش گفت. هرچند دختر هم خیلی ناراحت شد و گریه کرد، اما اون هم از نفرتی که نسبت به مادرش داشت باش حرف زد. اونا با هم ملاقات کردن و قول دادن که دیگه احساساتشون رو از همدیگه پنهان نکنن. آدری دیوار بلند نفرت رو بین خودش و دخترش کشیده بود. اما اگه شجاعت روبرو شدن با اونو پیدا نمی کرد، هرگز نمی تونست رابطه خودش با دخترش رو ترمیم کنه و دیوارو بشکنه. تمرین. در اینجا تمرینی برای شما میارم که بتونین ضمن رسیدن به آرامش به دیوار سایه های درونی خودتون هم نزدیک بشین.
یه جای آروم و خلوت پیدا کنی. لباسای راحت بپوشین و یه موسیقی ملایم هم پخش کنی. هر زمانی که آماده شدین، 5 بار نفس عمیق بکشین و با دم و بازدم مرتب ذهن خودتون رو آروم کنی. برای اینکه بتونین به اعماق تاریکی های خودتون برین، در ذهن خودتون یه آسانسور رو تصور کنین. دکمه اونو فشار بدین و با سرعت به پایین ترین قسمت وجود خودتون، یعنی همون نقطه تاریک برین. حالا برخلاف انتظار وارد باقی نورانی و زیبا خواهید شد. البته میتونین اونو هر طوری که دوست دارین تجسم کنین. در این باغ یک مکان مراقبه برای خودتون در نظر بگیرین. در همین بین که در حال کشف تجربیات هستید، باز هم نفس عمیق بکشید. بعد از خودتون چند تا سوال بپرسین و تمام سعی خودتون رو بکنین که با صدای درونی به اونا پاسخ بدین. حالا هر پاسخی که به سوالات دادین رو توی دفترچه خودتون یادداشت کنین. در واقع نباید نگران درست یا اشتباه بودن پاسخ‌ها باشین. فقط اونا رو بنویسین. هر سوالی که جواب میدین، چشمای خودتون رو ببندین و دوباره به باقی که اونو خلق کرده بودین بریم. برای همه سوالها همین روند رو ادامه بدیم. فراموش نکنیم که نفس عمیق هم بکشیم. 1. بزرگترین ترس زندگیم چیه؟ 2. در کدوم قسمت زندگیم نیاز دارم که تغییرات بزرگی ایجاد کنم؟ 3. بعد از خوندن این کتاب میخوام چه چیزی رو به دست بیارم؟ 4. چه رازی درون منه که میترسم دیگران اونو بفهمن؟ 5. چه رازی درون منه که میترسم خودم در مورد اون بدونم؟ 6. تا به حال چه دروغ بزرگی به خودم گفتم؟ 7. تا به حال چه دروغی به دیگران گفتم؟ 8. بزرگترین مانع زندگی من برای دگرگونی من چیه؟ وقتی پاسخهای خودتون رو یادداشت کردین، کمی در مورد اونچه که نوشتید فکر کنین. از خودتون به خاطر شجاعتی که برای انجام این تمرین نشون دادین تشکر کنین.